همزمان با روز جهانی علیه اعدام، دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران با صدور اطلاعیه اعلام کرد در ایران 471 اعدام ثبت شده به دست دشخیمان خامنه‌ای از ابتدای 2013 تا 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام صورت گرفته است. بعد از روی کار آمدن آخوند روحانی نیز همزمان با فریب جامعه جهانی و توجیه معامله و مماشات با رژیم آخوندی با دامن زدن به توهم اعتدال و میانه روی 231 زندانی شامل 10 زن اعدام شدند. اطلاعیه می افزاید در همین حال 3000 زندانی تنها در زندان قزلحصار در نوبت اعدام هستند. رژیم آخوندی برای تسهیل اعدام‌های جمعی سکوهای دار 24 نفره در قزلحصار برپا کرده و هر هفته شماری از زندانیان را مخفیانه حلق‌آویز می‌کند. همزمان با اعدام‌های خودسرانه، مجازات‌های قرون وسطایی چون قطع دست، کور کردن چشم و بریدن گوش نیز مکمل چرخه جنایت و وحشت در رژیم آخوندی شده است. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی با تأکید مجدد بر ضرورت ارجاع پرونده نقض سیستماتیک و وحشیانه حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد گفت روند فزاینده اعدام‌ها در ایران نشان می‌دهد دامن زدن و تبلیغ اعتدال و میانه روی در فاشیسم دینی حاکم بر ایران هدفی جز فریب جامعه جهانی یا توجیه معامله و مماشات با این رژیم قرون وسطایی ندارد. افشای صحنه‌های کشتار رزمندگان مجروح به دست عوامل دیکتاتوری آخوندی در سوریه و مشابهت آن با کشتار مجاهدان مجروح در کلینیک اشرف به دست عوامل عراقی رژیم بار دیگر جنایت علیه بشریت توسط فاشیسم دینی و عواملش را برجسته کرد. شبکه العربیه ویدئویی را از جنایات نیروهای حزب شیطان در القصیر سوریه منتشر کرد که نشان می‌دهد این دشخیمان مجروحان روی زمین افتاده را با زدن تیر خلاص به قتل می‌رسانند. به گزارش رسانه‌های عربی این جنایات به دنبال حملات نظامیان اسد و حزب الله در ماه ژوئن خرداد گذشته صورت گرفت و عناصر حزب شیطان مجروحان سوری را با رگباری از گلوله به قتل رساندند. بسام جاره از مخالفان سوری گفت عناصر حزب الله اجیر شده و مزدور رژیم ایران هستند و در همه مناطق سوریه از جمله حمص، لازقیه و حلب در کنار نیروهای اسد هستند. روزنامه الشرق الاوسط نیز در مقاله‌ای به قلم سردبیر این روزنامه نوشت رژیم ایران حزب شیطان را جزئی از خودش به حساب می‌آورد و سفیر رژیم تهران در بیروت با آنها می‌گوید از آنها مثل حکومت سوریه دست بر نمی‌دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد رژیم ایران باید از قطعنامه‌های مصوب شورای امنیت سازمان ملل علیه این رژیم تبعیت کند. به اینکه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مالزی صحبت می‌کرد گفت رژیم ایران باید پروتکل الحاقی را بپذیرد و مراعات کند. خاطر نشان می‌کنیم رژیم آخوندی بر اساس پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید به آژانس برای هر گونه بازرسی در هر زمانی دست باز بدهد. در یک تحول دیگر دولت اوباما با کاندیدا شدن رژیم آخوندی برای معاونت کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل مخالفت کرد. ارین پلتون سخنگوی هیئت آمریکا در سازمان ملل گفت این رژیم بسیاری از قطعنامه‌های شورای امنیت را نقض کرده است و همین دلیل انتخاب آن برای این پست غیر قابل قبول است و قطعاً انتخاب مناسبی برای معاونت کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل نیست. جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل و لزوم توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم توسط رژیم آخوندی تاکید کرد و گفت به رژیم ایران با هر درصدی از غنی‌سازی نمی‌توان اعتماد کرد. این موضع غرب طی 10 سال گذشته بوده و اگر دولت اوباما یا دوستان اروپایی هر گونه امتیازی بر سر این موضوع بدهند و به این رژیم اجازه دهند تا هر گونه ظرفیت غنی‌سازی را حفظ کند، در اساس به مسیر رژیم ایران به سمت تسلیحات اتمی مشروعیت می‌بخشند.
سفیر بولتون در مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز در مورد نابودسازی مواد تسلیحات شیمیایی رژیم سوریه نیز گفت: من حتی برای یک دقیقه هم فکر نمی کنم رژیم سوریه واقعاً تمامی ذخایر و انبارهای تسلیحات شیمیایی خود را اعلام کرده باشد. مشکل اصلی این است که اگر حکومتی اعم از سوریه یا ایران مصمم باشند که برنامه‌های غیرقانونی خود را از چشم چنین بازرسانی مخفی کنند، این کار را می کنند. مانند ایده متوقف کردن غنی‌سازی 20% توسط رژیم ایران.